سرخط خبرها و مهمترین ها، سراجدین حقانی، خودخواهی در حکومت طالبان بعیج و قابل تعامل نیست. کاظم کاظمی، شاعر مهاجر افغانستان، نشست متقی با مهاجران در مشهد تشریفاتی و یک طرفه بود. ورود پهپادهای عامل هیروئین و تریاک افغانستان از مرزهای پاکستان به هند. و جنرال یاسین ضیا بلخ را آماده فتح و دست نیروهای مارشال دوستم ساخت. مشروع خبرها. وزیر داخله طالبان در مراسم به مناسبت 44مین سالگرد حمله شوروی سابق به افغانستان گفت سهل‌انگاری و خودخواهی در عرصه حکومتداری به هیچ وجه قابل تحمل نیست. سراج‌الدین حقانی گفت پس از خروج شوروی از افغانستان رهبران سابق به اثر تصاحب قدرت دچار اختلاف شدند و جنگ‌های داخلی آغاز شد. با گزارش رسانه‌های طالبان سراج‌الدین حقانی روز چهارشنبه درباره حضور خود در اداره طالبان گفت که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان علاقه به حضور در حکومت را نداشته است. او گفت یک روز هم علاقه‌مند بودن در موقف را نداشتم، اما مشکلات افغان‌ها و عزیز بودن کشور وادارم کرده در این موقف باشم. وزیر داخلی طالبان تأکید کرد که به دلیل اختلاف رهبران سابق و آغاز جنگ‌های داخلی مردم عادی افغانستان از جهاد متنفر شدند. او افزود که ما باید از گذشته درس بگیریم و با دقت به جلو برویم. سراج‌الدین حقانی که پیش از این هم از اداره طالبان انتقاد کرده بود روز چهارشنبه درباره خودخواهی در حکومت این گروه توضیح نداد. وزیر داخلی این گروه در این مراسم گفت که هیچ کس توان این را ندارد که افغانستان را دوباره اشغال کند. امیرخان متقی تأکید کرد که شکست اتحاد جماهیر شوروی سابق و دیگر ابرقدرت‌ها در افغانستان نشان می‌دهد که افغانان طرز فکر بیگانگان را نمی‌پذیرند و هرگز در برابر برده‌داری سر فرود نمی‌آورند. کاظم کاظمی، شاعر مهاجر افغانستان، نشست متقی با مهاجران در مشهد تشریفاتی و یک طرفه بود. یک شاعر و نویسنده مدرسه افغانستان که در نشست وزیر خارجه طالبان با مهاجران و فرهنگیان افغان در مشهد شرکت کرده بود، این دیدار را تشریفاتی و یک طرفه خواند. ورود پهپادهای عامل هیروئین و تریاک افغانستان از مرزهای پاکستان به هند. مقام‌های هندی می‌گویند با تردید بی‌سابقه ای از پرواز پهپادهای عامل مواد مخدر از مرز پاکستان به سمت هند مواجهند. یک مقام امنیت مرزی ایالت پنجاب به روزنامه گاردین گفت اکثریت این پهپادها تریاک و هیروئین احتمالاً از افغانستان را منتقل می‌کنند. به گفته آنها برخی پهپادها هم سلاح‌های ساخت چین را بر زمین هند رها می‌کنند. جبهه آزادی افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد 5 کشته و زخمی طالبان در بلخ. مبارزان جبهه آزادی افغانستان ساعت 8 شام دیروز مورخ 5 جدی 1402 بازگاه طالبان در چهارراهی سیدآباد شهر مزار شریف را هدف قرار دادند که در نتیجه 3 طالب اشغالگر کشته و 2 تن دیگر از ملیشه‌های این گروه زخم برداشتند. طالبان مستقر در این پوسته مسئول کشتار جوانان و اذیت آزار مردم محل بودند. پیش از این چندین مورد شلیک مرمی از این پوسته بالای مردم ملکی گزارش داده شده بود. حمله جبهه آزادی بر طالبان در رخه پنجشه 4 طالب کشته و زخمی شده است. این در حال است که آماج نیوز گزارش داده بود که جبهه آزادی میگوید چریکی‌های این جبهه شام دیروز بر قرارگاه طالبان در منطقه دندی خواجه واقع در ولسوالی رخه پنجشه حمله کردند که در نتیجه 2 طالب کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شده است. طالبان در مورد چیزی نمیگویند. ششم جدی از دام افغانستان برای روس‌ها تا افغانستان در دام تروریسم. شش جدی روزی است که شوروی پیشین به افغانستان یورش آورد تا به آنچه که وظایف انترناسیونالی خود می‌دانست عمل کند، اما نتیجه چیز از آن بیرون آمد که نه شوروی از آن راضی بود و نه هم مردم افغانستان. نه تنها وظیفه انترناسیونالی روزها به سرانجام خوب و خوش رسی نرسید، بلکه جنگ مزمن افغانستان منجر به فروپاشی سرزمین انترناسیونالیسم پرولتری شد. این تنها پیامد یورش شوروی بر گورستان امپراتوری ها نبود. این سرزمین شهید پرور نیست در نتیجه تهاجم روسها وارد چرخه جنگ و تباهی پایدار و بی‌پایان شد. به گونه‌ای که با گذشت 44 سال از تجاوز شوروی، افغانستان هنوز در چنگ موجود خرد خمیر می‌شود که روسها با یورش بر کشور ما زمینه رشد و تقویت آن را فراهم کردند. بنیادگرای اسلامی امریکایی ها می خواستند روزها را در دام افغانستان گیر بیاندازند که در این کار موفق شدند، اما بدبختانه ما نه تنها هنوز نتوانستیم از زیر بار پیامدهای مرگبار شکست شوروی در سرزمین خود بیرون بیاییم، بلکه با گذشت زمان بیشتر از قبل با آن درگیر می شویم و قربانی می دهیم. اگر روزها در جنگ با امریکا در افغانستان برنده می شدند، احتمالا روزگار بهتر داشتیم تا اینکه آنان در مانده و شکست خورده کشور را ترک کنند، چون امریکا پس از خروج شوروی و سپس فروپاشی آن افغانستان را به باد فراموشی سپرد.
برای امریکا هدف شکست شوروی بود که تحقق یافت نه کمک به مردم ما تا خودشان را از زیر بار جنگ و بحران بیرون کنند. امریکایی ها نتیجه این بی‌پرواییشان را در 11 سپتامبر 2001 دیدند و مجبور شدند آن را با یورش بر افغانستان جبران کنند که در نهایت باز هم نتیجه چیزی نبود که ما و امریکایی ها را راضی کند. طالبان برگشتند و کشور دوباره به لانه تروریسم بدل شد. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا با بیرون شدن روسها از افغانستان ما هنوز در خم امان کوچه‌ای هستیم که بودیم؟ چرا پس از پیروزی جهاد و مقاومت افغانستانی ها روز خوش ندیدند؟ تعیین کنندگی عامل خارجی، خیزش خودجوش مردم علی نیروهای شوروی زمینه را برای دخالت غرب به سرکردگی ایالات متحده آمریکا فراهم کرد و تنها نیرویی که از نظر سازمانهای جاسوسی غربی می تواند ظرفیت مبارزه با شوروی پیشین را داشته باشد، بنیادگرایی اسلامی بود. رشد یکبارگی تنظیم‌های جهادی که هر کدام خود را مدعی اسلام نام محمدی و جهاد فی سبیل الله می‌دانستند، با کمک مالی و تسلیحاتی غرب که منجر به فسایشی شدن جنگ شد، در کنار حضور پرقدرت روس‌ها نشان دهنده تعیین کنندگی مدیریت خارجی جنگ شوروی آمریکا در افغانستان است. تنظیم‌های جهادی نه اراده‌ای برای استقلال جنگی داشتند و نه هم توان و مدیریت برای دولتداری. آنها فقط یاد گرفته بودند که چگونه سرباز خوب CIA و ISI باشند تا در رقابت تنظیمی پس نمانند. بنیانگرایانی که امروز سنگ دفاع از استقلال و آزادی کشور را به سینه زده و دیگران را جاسوس و خودفروخته خطاب می‌کنند، در جریان جنگ شوروی در افغانستان مزد بیگیران صاف و ساده CIA بودند. فکر کنم نقل چند پاراگراف از کتاب مأموریت سقوط نوشته گریشرون جاسوس CIA بتواند عمق وابستگی سران تنظیم‌های جدی به این سازمان جاسوسی را روشن کند. گرچه موضوع مزگیری رهبران مجاهدین از CIA در جریان جنگ شوروی آمریکا امروز از حقایق ساده است، در اگست سال 1978 یکی از بلندپایگان CIA آلن ولف رئیس بخش شرق نزدیک و جنوب آسیا در CIA در پاکستان گفت: اکنون آقایان من اینجا هستم تا کارها را شروع کنم. افراد ما در کابل در احاطه رژیم کار چندان نمیتوانند بکنند، اما مجاهدین در اینجا در پاکستان، در پشاور و در اسلام آباد نمایندگان دارند. جنگ ما از اینجا آغاز می شود. شما افراد را در بین گروه مجاهدین به کار بگیرید. چند روز پس از اشغال افغانستان برنامه عظیم تحت هدایت رئیس جمهور کارتر آغاز شد که 12 سال طول کشید و در جریان آن میلیاردها دلار به شکل پول، نقد، تجهیزات نظامی و کمک‌های بشردوستانه به دست مجاهدین افغانستان رسید. ما به فرماندهان ماهانه پول نقد پرداخت می‌کردیم. این مبلغ در برخ مواقع به 50000 دلار در ما می‌رسید و معمولاً برای فرماندهان کوچکتر 5000 دلار در ما بود. تا جایی که می‌دانم هیچ فرماندهی پیشنهاد ما را رد نکرد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئویمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.